توافق هسته‌ای ایران و غرب در ایران هم مانند آمریکا موافقان و مخالفانی دارد. گروهی از ایرانیان این توافق را خوب و گروهی آن را نامناسب می‌دانند. استدلال‌های دو طرف کدام است؟ سلام بر شما و خوش آمدید به برنامه. در روزهای اخیر در کنار تلاش‌های فراوان مخالفان و موافقان توافق هسته‌ای برای به کرسی نشاندن مواضعشان، دو نامه از طرف گروهی از ایرانیان مقیم خارج منتشر شد. یکی از این نامه‌ها را گروهی از نمایندگان پیشین مجلس شورای اسلامی خطاب به کنگره آمریکا منتشر کردند و در آن با غیر منطقی دانستن ادامه دشمنی بین ایران و آمریکا این خصومت را به زیان هر دو کشور خوانده و خواهان رأی مثبت کنگره آمریکا به توافق هسته‌ای شدند. در نامه دیگر 53 فعال سیاسی ایرانی خواهان ادامه فشار غرب بر جمهوری اسلامی شدند. آنها خواستار تمرکز بر مسئله حقوق بشر در ایران، جلوگیری از حمایت ایران از به گفته آنها شبکه جهانی ترور و ایجاد بی‌ثباتی در خاورمیانه شدند. در برنامه امروز استدلال‌های موافقان و مخالفان ایرانی توافق هسته‌ای را حلاجی خواهیم کرد با احمد سلامتیان، نماینده پیشین مجلس و تحلیلگر مسائل ایران که از پاریس با ماست، مجید محمدی، جامعه شناس و روزنامه‌نگار از نیویورک با ما خواهد بود، آرش غفوری، عضو جبهه مشارکت ایران اسلامی از واشنگتن ما را همراهی خواهد کرد و نیما راشدان، فعال سیاسی و روزنامه‌نگار از زوریخ با ما خواهند بود در طول برنامه. اما قبل از آغاز بحث گزارش خواهیم دید از همکار مریم مرشد. کنگره آمریکا نزدیک به یک ماه دیگر تصمیم می‌گیرد که مانع اجرای توافق جامع اتمی ایران باشد یا نه. رهبر ایران که تاکنون اظهار نظر مستقیمی درباره موافقت یا مخالفت با توافق نکرده، در تازه‌ترین سخنانش تأکید کرد که تکلیف این توافق هنوز مشخص نیست. در این جریان توافق مذاکرات هسته‌ای و این توافقی که حالا معلوم نیست، نه در اینجا هنوز تکلیفش معلومه، نه در آمریکا، هم اینجا معلوم نیست که رد بشود یا قبول، هم اونجا معلوم نیست که رد بشود یا قبول. نیت اونها این بود که از این مذاکرات و از این توافق وسیله ای پیدا کنند برای نفوذ در داخل کشور. ما این راه رو بستیم و این راه رو به طور قاطع خواهیم بست. پس از این سخنان، حسن ابوترابی فرد نایب رئیس مجلس گفت که به زودی کمیسیون ویژه‌ای برای بررسی توافق هسته‌ای ایران و گروه 5+1 تشکیل می‌شود، در حالی که مجلس ایران به دنبال راهی است تا مانند کنگره آمریکا دولت را بابت توافق هسته‌ای مورد سوال قرار دهد. بسیاری ایرانیان در زمان باقی مانده تا تصمیم گیری کنگره با امضای بیانیه‌ها و برگزاری کمپین‌ها مخالفت و موافقت خود را با توافق هسته‌ای ایران و غرب اعلام می‌کنند. به گزارش وبسایت دیلی بیست، به تازگی ده‌ها تن از مخالفان حکومت ایران با انتشار بیانیه‌ای خواستار فشار بیشتر بر جمهوری اسلامی ایران و تمرکز بر نقض حقوق بشر در این کشور شدند. در این بیانیه آمده است: امروز در ایران زندانیان سیاسی همچنان شکنجه می‌شوند، وبلاگ نویسان، معلمان و روزنامه‌نگاران زندانی‌اند، حقوق مذهبی و جنسی لگدمال می‌شود و زنان به عنوان شهروندان درجه دو به شمار می‌آیند. امضا کنندگان در ادامه این بیانیه می‌گویند: آنهایی که به صلح اهمیت می‌دهند باید کمک کنند تا تمرکز بر پرونده نقض وحشیانه حقوق بشر توسط جمهوری اسلامی، حمایت آن از تروریسم جهانی و نقشش در بی‌ثباتی خاورمیانه احیا شود. آنها خواستار فشار بیشتری بر ایران هستند و نه کمتر. احمد باطبی از امضا کنندگان این نامه و از شناخته شده ترین چهره های دانشجویان بازداشتی حوادث کوی دانشگاه در 18 تیر ماه سال 1378 در یکی از تبلیغات تلویزیونی علیه توافق از شکنجه شدنش در دوران زندان میگوید و تاکید دارد ایران با وجود امضای کنوانسیون منع شکنجه به آن عمل نمی کند. البته برخلاف گفته آقای باطبی، شورای نگهبان این کنوانسیون را مغایر با شرع و قانون دانسته و ایران هم را
را امضا نکرده. احمد باطبی همچنین میگوید حالا ایران توافقنامه امضا کرده که در آن متعهد شده تسلیحات هسته‌ای تولید نکند، اما همچنان فناوری هسته‌ای و موشک‌های بالستیکش را نگه می‌دارد. آقای باطبی در آخر پایبندی ایران به توافق هسته‌ای را زیر سوال می‌برد. این ویدیو توسط کمپین شهروندان مخالف ایران هسته‌ای ساخته شده، کمپینی که ایپک، کمیته روابط عمومی آمریکا و اسرائیل از جمله حامیانش است. کمپین دیگر کمپین حمایت از توافق با ایران است. این کمپین روز شنبه در ده‌ها شهر مختلف جهان برگزار شد. ایرانیان مقیم خارج از ایران در شهرهای مختلف با شعار صلح و حمایت از آن و مخالفت از جنگ دیگری در خاورمیانه حمایت خود را از توافق هسته‌ای ایران و کشورهای غربی اعلام کردند. حامیان و مخالفان توافق هسته‌ای تا 17 سپتامبر که فرصت نهایی کنگره برای تصویب و یا رد این توافقنامه است زمان دارند تا نظر موافق و یا مخالف نمایندگان آمریکا را به خود جلب کنند. سپاسگزارم از همکارم مریم افشنگ و بسیار ممنون از مهمانان برنامه که دعوت ما را پذیرفتند. آقای سلامتیان، همونطور که بیشتر اشاره کردم شما نامه ای رو همراه با تعدادی دیگر از نمایندگان پیشین مجلس شورای اسلامی خطاب به اعضای کنگره آمریکا نوشته اید و در اون نامه توافق هسته ای رو امید تازه ای برای یک ابتکار عمل در جهان توصیف کردید و از اعضای کنگره آمریکا خواستید که با رأی مثبت به برنامه جامع اقدام مشترک یا توافق هسته ای رویکرد تازه ای رو در مواجهه با چالش های امنیتی خاورمیانه در واقع انتخاب بکنن و این رو دریچه ای برای جهانی آرامتر و خاورمیانه ای آرامتر توصیف کرده اید. چرا؟ ببینید، بنده مدت ها مدیده به عنوان فعال و کنشگر در فضای سیاسی حضور پیدا نمی کنم، بیشتر به عنوان تحلیلگر. تفاوت این دو نظر عبارت از اینه که تحلیلگر باید وقتی وارد استودیو میشه امیال خودش، علاقه خودش رو کنترل بکنه و بیشتر بیطرفانه با یک نوع مساوات دو طرف نظر رو تحلیل بکنه، میدان واقعیت رو ببینه. فعال و کنشگر از این مسئله معاف نیست که باید واقع بین باشه، اما خواه نخواه مواضعش و میل خودش و اراده خودش رو بر تغییر واقعیات هم در موضع‌گیریش شرکت میده. خواستم اول شما میدونید باهاتون صحبت کردم، بینندگانتونم بگم، دوستان دیگه که در بحثم شرکت میکنن بگم که من این بار به عنوان کنشگر صحبت میکنم. اما چرا بعد از مدت ها که کنشگری نمی کردم و خودم رو یک نوع بازنشسته سیاسی از جهت کنشگری میدیدم ضرورت دیدم؟ علت مسئله عبارت از اینه که به نظر من در مسئله ایران پرونده هسته‌ای به دلایل مختلف که عمده ترین اونها رو بخوام خلاصه بکنم اینه که دست اندرکاران پرونده هسته‌ای از این پرونده دنبال هدف‌های دیگر بودند. پرونده هسته‌ای رو ابزاری کرده بودند هر کدام برای پیشبرد مقاصد و نظرات مشروع یا غیر مشروع خودشون. این به کار بردن و دستمایه کردن پرونده هسته‌ای منجر به تداوم او شده بود و در تداوم خودش بدل به یک قده چرکینی شده که میتوانه در هر لحظه ای نه فقط صلح و آرامش ایران بلکه صلح و آرامش منطقه و صلح جهانی رو به خطر بیاندازه و منجر به یک نوع شکلگیری دیگری در جهان بشه که این شکلگیری با آنچه که در منشور ملل متحد پیش بینی شده و آنچه که به طور کلی در رفتارهای قانونی بین المللی پذیرفته شده فرق بکنه. به نظر من رسیدن به برجام، یعنی برنامه مشترک بین اعضای مختلفش، که نه موافقت نامه است هنوز نه عهدنامه است، یک نوع اعلام تصمیمه و به خصوص تصویب او در شورای امنیت ملل متحد، اون هم به اتفاق آرا، نشان دهنده یک وضعیتی بود که شاید در دو دهه اخیر در دنیا وجود نداشت. می توانه به نوعی دو مرتبه امید به اینکه دیپلماسی و مذاکره و اتفاق آرا در صحنه جهانی، یعنی
رسیدگی به مسائل جهانی نه در واشنگتن بلکه در نیویورک از طریق دیپلماسی انجام بشه. از بله بله بسیار. از اون طریق و از طریق تفاهم بین المللی انجام بشه. این یک نشانه خوبی بوده به نظر من برای کشور ما، بسیار بسیار نشانه خوبی است که وارد یک دوره مسئولیت و قانون‌گرایی در صحنه بین المللی حداقل باشه، علارغم همه بیرحمی روابط بین المللی. این خودش چشمک کورسوی امیدی است که من نمیتونم از او دست بردارم. متشکرم جناب سلامتیان. آقای محمدی، شما در بیانیه‌ای که اون رو امضا کردید همراه با 52 نفر دیگر، مجموعا 53 نفر، مماشات یا کنار آمدن با رژیم ایران رو مقدمه‌ای برای جهانی خطرناک‌تر دانستید. ببینید، جمهوری اسلامی در طول 37 سال گذشته بسیاری از وجوه و ابعاد خودش رو بروز داده. یک رژیم تازه به دنیا آمده ای نیست که ما تصور بکنیم که با یک حرکت می توانیم در مورد این رژیم قضاوت کنیم. جمهوری اسلامی رژیمی است تنش‌زا و تنش‌زی، بحران‌زا و بحران‌زی در موضوعات مختلف. حالا در هر دوره‌ای به یکی از روش ها جمهوری اسلامی در منطقه، در دنیا و در داخل کشور بحران های مختلفی رو به وجود میاره و این بحران ها رو تلاش میکنه که پشت سر بگذاره. موضوع هسته‌ای به نظر من برخلاف نظری که آقای سلامتیان فرمودند، مسئله ایران نبوده از ابتدا. یک خلط آشکاری در مباحثی که میخواهند این توافق رو به جامعه امریکا و جامعه ایران بفروشند وجود داره و اون هم خلط میان ایران و جمهوری اسلامی و حاکمیت موجود هست. برنامه اتمی از ابتدا برنامه اتمی ایران نبوده، برنامه اتمی رژیم جمهوری اسلامی بوده و رژیم جمهوری اسلامی بوده که در طی 20 سال گذشته برای کشور با این برنامه خسارت اقتصادی و تهدید امنیتی به وجود آورده. آقای محمدی، به لحاظ خیلی عذرخواهی می‌کنم، ولی به لحاظ حقوقی واقعا میشه جمهوری اسلامی رو از ایران جدا کرد؟ یعنی به هر حال، هر درست یا غلط، هر توافقی، هر تصمیمی، هر آنچه که ایران الان بخواد بگیره در سالهای آینده هم به پای ایران خواهد بود. یعنی اینطوری نیست که واقعا بشه به لحاظ حقوقی شما گمان میکنید میشه ایران رو از جمهوری اسلامی الان تفکیک کرد؟ حتما اینطور هست. به دلیل شکاف جدی که میان حاکمیت و مردم ایران وجود داره، شکاف جدی که میان منافع و دغدغه های حاکمیت و منافع و دغدغه های مردم ایران وجود داره، این دو رو میشه از هم تفکیک کرد. من به پنج وجه اشاره میکنم که این تفکیک رو روشنتر کنم. یک وجهش بحث ایران حراسی و ایران ستیزی است که در همین مباحث فروش توافق هسته‌ای مطرح میشه. آنچه که در دنیا در طول دو دهه گذشته مطرح بوده، بالاخص نسبت به برنامه هسته‌ای، بحث ایران حراسی و ایران ستیزی نبوده. بحث حراس از جمهوری اسلامی بوده که این یک حراس واقعی است و این توافق هم در واقع به دنبال این بوده که این حراس رو کاهش بده. موضوع دیگر که معمولا در نوشته‌های رسانه‌ای مطرح میشه در باب این توافق، بحث این هست که ایران دیگری وجود دارد، ایرانی که فرق داره. اتفاقا جالب هست، در فروش این برنامه مرتبا از اینکه ایران دیگری وجود داره، مردم ایران طور دیگری هستند، به گونه دیگر زندگی میکنند، در گزارش‌های مختلفی که خبرگزاری‌ها، شبکه‌های تلویزیونی پخش میکنند، تلاش میکنند که یک ایران دیگری رو به نمایش بگذارند. بله، ایران دیگری وجود داره و اون ایران دیگر در واقع مردم ایران هستند که میخواهند زندگی کنند با مسالمت، با صلح، با دنیای اطرافشون و بالاخص با غرب. اما حکومت جمهوری اسلامی مانع این زندگی مسالمت آمیز هست. موضوع دیگر که در همین بحث تحریم ها مطرح میشه و خوب این تفکیک میان ایران و حاکمیت رو نشون میده، بحث تحریم هاست. تحریم ها حکومت رو نشانه گرفته بود و برداشتنش هم به نفع حکومت خواهد بود. نه وجودش و نه غیر وجودش تفاوتی به حال مردم ایران نمیکنه. اگر فرصت شد من این رو به تفصیل توضیح خواهم داد. جناب محمدی، مرسی. ممنونم. دو مورد دیگر، یکی این که برنامه اتمی رو در فروش این توافق
به عنوان یک برنامه ملی مطرح میکنن، چه مقامات جمهوری اسلامی و چه برخی از رسانه‌های غربی. این هیچگاه، این برنامه هیچگاه برنامه ملی نبوده. بله. چون هیچگاه مردم ایران در پیشبرد این برنامه، در سیاست گذاری برای این برنامه مشارکتی نداشتن. و نکته آخر این که بحث عزت و غرور رو هم که چه در سخن مقامات رسمی و چه در سخن برخی از مقامات غربی میشه مشاهده کرد، این برنامه هیچگاه هدفش عزت و غرور برای مردم ایران نبوده. هدفش عزت و غرور بنا به تصوری که مقامات جمهوری اسلامی داشتن از خودشون، اون عزت و غرور رو تأمین می‌کرده. متشکرم جناب محمدی، خیلی ممنونم. آقای غفوری، شما دلایلتون برای اینکه این توافق توافق خوبی هست چه نکاتی است؟ والا نگاه کنین، این نامه یا کنش‌های سیاسی شبیه این در مخالفت با توافق هسته‌ای یا در موافقت با تحریم ایران اساساً دو تا ایراد اساسی داره. اول اینکه مقبولیت عمومی نداره چون افکار عمومی باهاش همراه نیست، و دوم اینکه مشروعیت سیاسی نداره به خاطر اینکه دارای تناقضات ساختاری و حتی ذاتیه. در مورد افکار عمومی، اکثر نظرسنجی‌ها یا تمام نظرسنجی‌هایی که منتشر شده در مورد این توافقنامه، چه قبل از توافق و چه بعد از اون و نتایجش منتشر شده، نشون میده که اکثریت مردم با این توافق موافق هستن. قبل از توافق بوده، بعد از توافق بوده. یعنی قبل از توافق ما نظرسنجی‌های پوز داشتیم، 63% مردم موافق بودن، 12% موافق مشروط بودن، کلاً 75% و فقط 9% مخالف بودن. بعد از توافق هم که خبر 80% موافقت با توافق رو داشتیم، بیشتر از 80%. این از مردم داخل ایران. مردم ایرانی آمریکایی که توی همین امریکا هستند، به سفارش مؤسسه پایای یک نظرسنجی انجام شده بود، نظر اونها رو در مورد توافق پرسیده بود. 64% موافق رسیدن به توافق بودن و تنها 20% مخالف رسیدن به توافق بودن. یعنی وقتی گفته میشه که مردم توی این نامه مثلا ذکر شده که با برای مردم آینده ای مردم وقتی ایرانی زمانی حالا آزاد بشه، طبق این تعبیری که توی این نامه استفاده شده، اونها مردم میتونن تصمیم بگیرن. مردم حداقل در الان که قرار انتخاب بکنن و تصمیم بگیرن، تصمیمشون رو گرفتن. به خاطر این اقبال افکار عمومی وجود نداره. و من نادرسته این صحبت های آقای جناب آقای محمدی که میگن وجود یا عدم وجود تحریم ها تفاوتی برای مردم نداره. تفاوت داره و توی گفتارهاشون هم نشون میده. نکته دوم این که این نامه و یا کنش‌های شبیه این دارای مشروعیت سیاسی نیست، به خاطر اینکه تناقضات ذاتی و ساختاری داره. چرا؟ این نامه میگه جمهوری اسلامی بعد جمهوری اسلامی حقوق بشر رعایت نمی‌کنه، جمهوری اسلامی وبلاگ نویس و روزنامه‌نگار زندانی داره، جمهوری اسلامی توش زنا شهروندان درجه دوم هستن. خب چه پیشنهادی میده؟ میگه آقای آمریکا، دولت آمریکا، حاکمیت آمریکا، یا بهتر بگم کنگره آمریکا، شما بیای جمهوری اسلامی رو تحریم بکن. یک سوال مطرح میشه که خب با این توجیه که ایران جمهوری حقوق بشر رعایت نمیکنه، آیا واقعا میشه کشور تحریم کرد؟ همین در بغل دست ما توی منطقه کشوری وجود داره به نام عربستان سعودی. در عربستان سعودی حکومت پادشاهی حکمرانی میکنه، حکومت توش موروثیه، حقوق بشر توش رعایت نمیشه. روزنامه‌نگار که من نمیدونم داره که تازه تو زندان باشه یا خارج از زندان باشه. توی این کشور زنان شهروندان درجه دوم که نه شهروند درجه 20 تلقی میشن. آیا توی این کشور آمریکا میاد به صرف اینکه حقوق بشر توش رعایت نمیشه عربستان سعودی رو تحریم بکنه؟ حتما این کار نمیکنه. به خاطر اینکه منافع ملی آمریکا برای تحریم کردن کشورها یا مواجهه با کشورها چیزی فارغ از این بحث هایی که ما مطرح میکنیم، چون حقوق بشر رعایت نمیشه یا میشه یک کشور تحریم کنیم. از این بعد ما در مورد یک موضوعی داریم صحبت میکنیم که نه مقبولیت افکار عمومی داره، نه مشروعیت سیاسی چون تناقضات ذاتی داره، و اساسا موضوعیت کلیتش از اساس زیر سواله. آقای راشدان، نامه‌ای که شما همون رو امضا کردید، به تعبیر آقای غفوری نه مقبولیت دارد و نه مشروعیت. نظر شما چیه؟ ببینید، من فقط میتونم نظر خودم رو به عنوان یکی از افرادی که امضا کرده این نامه رو توضیح بدم. و اونجا داخل نامه هم نوشته شده که کسانی که این نامه رو امضا کردن یک مجموعه‌ای از شهروندان ایرانی رو میخوان صداشون رو به گوش دنیا برسونن که یک مجموعه دایورس و یک مجموعه بسیار متفاوته، یعنی در بین همین امضا کنندگان هم حتی به این گونه است. آقای سلامتیان و آرش از افرادی هستند که من نهایت احترام رو براشون قائلم. خصوصا در مورد آرش میتونم بگم که اصلا به باور من یکی از امیدهای آینده ایرانه. میخوام بگم که یعنی اینجا دعوای این که طرف مقابل رو ما متهم کنیم به اینکه
داره علیه مردم ایران کار میکنه یا خیر مردم ایران نمیخواد نیست. و دوستانی که اینجا حاضر هستند حاضرن شهادت بدن این دیمونایز کردن، این که شما اقلیت رو به اسم اکثریت بخواین ازشون بخواین که نگن صداشون رو، حداقل در 30 چند سال گذشته مملکت ما رو نابود کرده. 90 و الان آرش از ارقام صحبت کرد، 98.2% مردم ایران به همه پرسی جمهوری اسلامی ایران رأی آری دادن، خودشون رو نابود کردن با اون نظر. 1.8% یک و حالا هر 1% مردم مخالف بودن و حق با اونا بوده و اصلا انکار این بس من نمیدونم ادامه پیدا کرده. رسیدیم به جنگ، جنگ افکار عمومی مردم ایران با 1% بسیار بالا طرفدار یا صفر یا تسخیر سفارت آمریکا به این بودن که برن قدس رو بگیرن، کربلا رو بگیرن، از طریق کربلا قدس رو بگیرن. مقطع پس از مقطع این افکار عمومی و این حمایت نگران کننده توده های خروشان مطلق مردم از اینکه یک کار انجام بشه یا نشه، نتیجهش فقط و فقط و فقط ویرانی زیرساخت، ویرانی اقتصاد، دونه دونه رشد ناخالص ملی یک کشور نابود شده به لحاظ زیست بوم، به لحاظ سرمایه اجتماعی، به لحاظ میزانی که صنعت ایران میتونه رقابت کنه چه با تحریم چه بدون تحریم، به میزان خروج آدم‌های تحصیل کرده و الیت از کشور، تبعیت از نظر اکثریت. بنابراین اصلا من خودم رو ملزم هیچ نوع الزامی احساس نمی‌کنم که چون اکثریت افکار عمومی که اصلا در نظام توتالیتر استفاده از برگ افکار عمومی و به میان آوردن بحث افکار عمومی یک قدری بامزه است. آقای راشد، بخش دوم نکته، حالا بحث مقبولیت رو بذاریم کنار یا به تعبیری حال شما پاسخش رو دادید، ولی بخش مشروعیت رو که ایرادی که وارد کرده بخش درسته، بخش مشروعیتش اولا این حداقل من که یکی از امضا کنندگان هستم، برای اون چیزی که در نظرم هست خیلی مصداقی و عینی میتونم مدل‌های دیگری رو ارائه بدم، برخلاف دوستانی که همه این 30 خورده سال یک تصاویر بسیار ابسترکت و مبهم رو به مردم نشون دادن که یک کدوم اینا مثالی جای دیگه از دنیا نداشت. من میتونم برای شما مثال بزنم. آقای اسکوف دزموند توتو که من فکر نکنم فردی از ایشون به لحاظ حقوق بشر، به لحاظ مدنیت قابل احترام باشه. همه این بحثا در زمان آفریقای جنوبی شد که دنیا آفریقای جنوبی رو تحریم کرده و آفریقای جنوبی اتفاقاً به لحاظ اقتصادی بسیار از ایران موفق تر بود، حکومت نجات بستش و حتی به لحاظ طبقه بندی مردم هم قوانین علیه سیاه‌پوستان آفریقای جنوبی از قوانینی که همین الان علیه زنان و اقلیت‌های مذهبی در ایران وجود داره بسیار پیشرفته تر، یعنی بهتر. آقای توتو به اینها جواب میده، میگه که بهش میگن که خب این تحریم‌ها داره بچه‌های سیاه رو میکشه. جواب‌های این افراد و ماندلا موجوده، میتونید برید ببینید اینها رو. خانم آن سان سو کی در مورد میانمار یا برمه میگه حتی یک توریست و حامیان ایشون میگن حتی اگه یک توریست یک دلار بیاره در این مملکت خرج کنه، لطمه به مردم این کشور زده خواهد شد و وامیستن تا روزی که برخلاف این توافق فعلی شورای نظامی حاکم بر اونجا میاد حبس خانگی اونها رو لغو میکنه و قبول میکنه، تمکین میکنه که میگه آزادی سیاسی بده. این کار ما جای دیگه دنیا کردیم. در ایران هم اگر ادمنستریشن دیگه بود جز ادمنستریشن آقای اوباما که واقعا توافقی که بین دو حزب عمده ایالات متحده آمریکا بعد از جنگ جهانی دوم وجود داشته رو برهم زد و یک دیدگاه فانتزی سیاست خارجی رو به میان آورد که دیگه هم تکرار نخواهد شد، یعنی الان سال آخرشون هست و اینها خواهند رفت و شما دیگه اسمی از این گروه در تاریخ سیاست آمریکا نخواهید شنید، هر کی که رئیس جمهور بشه و ساختار کنگره بعدی اینطوری باشه. بعد من ساعت ها میتونم اینجا برای شما از افکار عمومی جاهای مختلف دنیا صحبت کنم. در همین ایالات متحده آمریکا به نسبت 2-1 شهروندان آمریکایی ضد این توافق هستند. خب چطور شما میخواین این رو به حزبی که قرار در انتخابات بعدی شرکت کنه و رأی بیاره؟ بسیار ممنونم. حالا مقدمات بحث یه مقدار طولانی شده، اگر از اینجا به بعد رو یه مقدار بتونیم سرعت بیشتری بدیم پاسخ کوتاه باشن خیلی ممنون خواهم شد. جناب سلامتیان، ببینید موضوع روابط بین المللی دولت ها هستند، منشور ملل متحد، قراردادهای بین المللی بین دولت ها امضا میشه،
درسته که این ایدئال مورد نظر هست که دولت‌ها بیانگر نظر ملت‌هاشون باشن، اما روابط بین‌المللی بر این مبنا تنظیم شده که با دولت‌ها گفتگو میشه، با دولت‌ها روابط بین‌المللی رو سازمان میدن. اگر این قاعده کلی منشور ملل که فردای جنگ بین‌المللی دوم پذیرفته شد مورد سوال قرار بگیره، یک نوع مداخله گری رو در دنیا ترویج میکنه که هر حزبی، هر گروهی، هر جمعیتی بنا بر مشروعیتی که خودش برای نظریات خودش قائله، همه ابزارهای مختلف تناسب قوای بین الملل رو بتونه به کار ببره. بله. در اون صورت دیگه نظم جهانی باقی نمیمونه. مسئله اصلی اینه ما با نظم جهانی موافق باشیم یا نه، با ویتوی 5 کشور موافق باشیم یا نه، با منافعی که هر کدوم از اون کشورها دنبال میکنن اشراف داشته باشیم یا نه. یک واقعیتی وجود داره که یک سلسله مقررات جهانی و بین المللی وجود داره که این مقررات بین المللی در چارچوب اونها بازی ها انجام میشه. خارج از اون روابط بین ملت ها و دولت هاست. ملت ها به پشتیبانی احتیاج دارن. من در اون مورد بسیاری از مسائلی رو که کسانی که اون نامه رو امضا کردن بهش اشاره کردن میپذیرم که مسائلی وجود داره که ملت ایران احتیاج داره جلب افکار عمومی جهانی رو برای این که اون مسائل رو حل بکنه داشته باشه، اما این شرط اولش اینه که ما مقررات بین المللی رو بپذیریم، کاری نکنیم که در کشورمون مواجه با وضعیتی باشیم که مثل این که رفتارهایی که عده‌ای با گروگانگیری با همون مسائلی که عده‌ای دوستان اشاره میکنن بهش رونق دادن، جلو آوردن، و مثل این که ما یک کشور کاملا خلاف قانون، بیرون از قانون، یاقی جهانی هستیم، این رو بیاریمش در چارچوب روابط بین المللی و مقررات، دست از یاقیگری برداریم، به یاقیگریان جهانی هم اجازه ندهیم که امور ما دخالت کنن یا استفاده کنن. در اون صورت در پشت میز مذاکره و گفتگو و تناسب قوا و تفاهم مسائل خودمون رو با جهان پیرامونی و داخل خودمون حل کنیم. آقای محمد، ببینید، یک نکته که در صحبت‌های آقای سلامتیان و آرش عزیز وجود داره این هست که تقدم رو در بحثشون به امنیت میدن. اصولاً بحث توافق اتمی یک بحث امنیتی بوده، موضوع مذاکرات و اینکه جمهوری اسلامی به این مذاکرات وارد میشه همه مبتنی بوده بر دغدغه‌های امنیتی. مسئله ای که من به عنوان یکی از امضا کنندگان اون نامه همواره داشتم مسئله آزادی است. اگر شما به آزادی اولویت بدید، طبعا مسائل رو از اون دریچه نگاه میکنید. بله، من معتقد هستم برای آزادی مردم ایران، برای اینکه یک دختری در تهران بتواند لباس خودش رو بپوشه، یک وبلاگ نویس بتونه حرفاش رو بزنه و یک مسیحی در کلیسا شرکت بکنه، یک بهایی جایی برای پرستشش داشته باشه، من معتقدم که باید جمهوری اسلامی تحریم بشه و این تحریم ها تا آن حد باید ادامه پیدا کنه که حکومت جمهوری اسلامی یا هر حکومت دیگری دست از سرکوبگری در ایران، دست از یاغیگری در منطقه، مداخله نظامی در سوریه، در یمن، در عراق و تروریسم در عرصه بین المللی برداره. اینها بحث اولویت هاست. متاسفانه ما در دوره در دهه 70 چون در ایران گفتمان آزادی و دموکراسی حاکم بود، صدایی که شنیده میشد عمدتا از مخالفان حکومت این بود که امنیت کشور، امنیت ایران با آزادی و دموکراسی حاصل میشه. متاسفانه جمهوری اسلامی با برنامه اتمی گفتمان حاکم بر مخالفان رو هم تغییر داده. مخالفان هم امروز گفتمانشون مبتنی است بر امنیت، همون گفتمانی است که جمهوری اسلامی داره دنبال میکنه. متشکرم جناب محمد. اجازه بدید واکنش آقای غفوری رو بشنویم. والا من اولی نکته بگم، من اعتقاد ندارم، یعنی من اصلا همچین جسارتی نمی کنم بگم نویسندگان این نامه یا کسایی که با هم نظر متفاوتی داریم، آقای محمدی، نیما که اینجا با ما هستن و یا بقیه، خیلی مردم ایران نمیخوان. اصلا بحث من این نیست.
ما اینجا اختلاف نظر داریم سر این موضوع و خب من قبلا با نیما خیلی بحث می‌کردم راجع به موضوعات دیگه‌ای، اما خب امیدوارم که فقط صرف بحثمون بمونه، یعنی بحث به قول من تکنیکی. اما چند تا نکته، یه نکته خیلی مهم وجود داره. نیما گفت که ما اقلیت هستیم، ما رو بپذیرین. بحث این نیست که اقلیت رو بپذیریم نپذیریم، البته که باید اقلیت رو پذیرفت، البته که همون 2% اول انقلاب کسایی که مخالف جنگ بودن و مسائل کسایی که با اصلاح طلبا که منم جزئی از اونها خودم رو میدونم مخالف بودن، باید اجازه اظهار نظر داشته باشن. و ای کاش ما این برنامه رو اجازه داشتیم که آقای پشمانچی و دوستان دیگه ما توی تهران برگزار می‌کردیم، توی ایران برگزار می‌کردیم و همه نظرشون رو می‌دادن. اما وقتی میگیم یک متنی رو بیان میکنیم، مواضع خودمون رو بیان میکنیم، فکر میکنم بهتره که خیلی دقیق باشیم. توی این نامه تأکید بر حقوق بشره. من میگم حقوق بشر به اون معنایی توی این نامه به کار نرفته، قابل کاربرد عملی نداره که نویسندگان نامه منظورشون میکنن. چون حقوق بشر، الان آقای محمدی از بحث آزادی گفتن، حقوق بشر که فقط بحث آزادی عقیده و بیان ماده 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر نیست. همین اعلامیه جهانی حقوق بشر ماده 3ش اتفاقا از آزادی و امنیت میگه، ماده 25ش از حق برخورداری از پوشاک، خوراک، مسکن، حق مراقبت های بهداشتی میگه. خب آیا داشتن مراقبت های بهداشتی، داشتن خوراک درست حسابی، داشتن پوشاک، داشتن مسکن، اینا حقوق بشر نیست؟ تحریم این رو باعث نمیشه که ما حقوق بشر از این منظر مورد لطمه قرار بگیره. ممکنه بگیم که ما موافقیم، خیر مردم ایران رو میخوایم، باید تحریم بشه، به این دلیل به یک دو سه دلیل سه چهار تا بذاریم، ولی نه بگیم چون حقوق بشر رعایت نمیشه این اتفاق میفته. این تناقضات ذاتی رو در خودش ایجاد میکنه. سپاس جناب راشد. ببینید در خدمت شما که باز من میخوام تکرار کنم که ما یک سری دغدغه‌هایی داریم و نمیدونم واقعا چطور آدم باید قسم بخوره. ما به غیر از اینکه خوبی مردم ایران رو بخوایم، به غیر از اینکه وضعیت بهتری برای اونها بخوایم، نه در اینکه بحثی نیست جناب راشد، ولی نکته ای که آقای غفوری اشاره کردین که به هر حال بحث حقوق بشر صرفا یا مسئله آزادی است یا نه، خورد و خوراک، پوشاک، مسکن، اینا هم جزء حقوق بشر هست، و آیا تحریم ها به نفع اینها است یا به ضرر اینها؟ اساسا حرف ما این نبوده که مذاکره نکنید، توافق نکنید. گفتیم که توافق بهتری ممکن می بود و این رو من حاضر، یعنی مایلم روش تاکید کنم. بله. ببینید اجازه بدید اگه 3 دقیقه وقت بدید من یک خیلی به صورت گذرا میخوام بگم که چرا این دغدغه ما هست و به ما حق بدید که این دغدغه رو داشته باشیم. الان آقای سلامتیان اینجا حضور دارن. آخر دی 1359 بار اولی است که تقریبا ایران و آمریکا مذاکره کردند و مذاکرات موفقیت آمیز بوده و توافق شده. 6 ماه کمتر از اون سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به دنبال آقای سلامتیان و آقای بنی‌صدر و دوستان اونها بوده برای اینکه تمام این افراد رو بگیرن، قلابم کنن. خیلی بزرگترین قتل عام تمام این سالها انجام شده به فاصله یه چند ماه بعد از توافق ایران و آمریکا. 1986 بار دوم مذاکرات. اتفاقا افرادی که الان سرکار هستن برمی‌دارن آقای مکفارلن و چند تا افسر اسرائیلی و دیگران رو میرن تهران. به فاصله بسیار کمی بعد از اون رویداد سید مهدی هاشمی بازداشت میشه، افرادی از بیت آقای منتظری اعدام میشن، ایشون خلع میشه، قتل عام زندان ها اتفاق میفته. ببینید دونه دونه 1998 آخر 98 اول 99، حالا اون اتفاقاتی که تو زمان آقای هاشمی افتاد رو فاکتور گرفتم، اونها رو میتونم مثال بزنم. 98-99 آقای کلینتون دست دراز میکنه که با آقای خاتمی صحبت کنه. به فاصله چند ماه بعدش سعید حجاریان ترور میشه، روزنامه ها رو میبندند، 18 تیر اتفاق میفته، بزرگترین سرکوب. بیانیه سعدآباد امضا میشه، وزرای اروپایی میان تهران. به فاصله چند هفته، چند ماه بعد از این تمام مجلس هفتم رو رد صلاحیت میکنن، ملی مذهبی ها رو میگیرن، دوباره بزرگترین سرکوب. آقای اوباما میاد در آخر 2008 که انتخاب میشه، میگه که دست به سمت رهبران ایران میخوام دراز کنم، میخوام گفتگو کنم. برای اولین بار واقعا از رهبران ایران در پیامش صحبت میکنه. چی میشه؟ رأی 30 میلیون آدم رو عوض میکنن، 5 میلیون نفر میان خیابون برخلاف عربستانی که دوستان مثال زده. مردم عربستان مشکلی ندارن با حکومتشون، مردم عربستان اتفاقا از حکومت فعلی محافظه‌کارترن بر اساس همه این نظرسنجی ها. 5 میلیون آدم، بزرگترین تجمعی که در تاریخ سیاست دنیا اتفاق افتاده،
میان خیابون برای اینکه رأیشون پس بگیرن. یک سال و نیم این آدم ها رو توی خیابون میکشن به خاطر اینکه خیالشون جمع بوده. آقای راشدان، در مجموع شما به نظر میاد میگید که یک الگویی به هر حال دیده میشه، این الگو رو اگه جمع بندی بکنید ممنون میشم. که به خاطر اینکه آقا ببین چشم ما ترسیده، اگر در هر کدوم از این مذاکراتی که من برای شما لیست کردم تا به حال یک جمله از طرف ایرانی میخواستند، که طرف ایرانی اتفاقا در تمام این موارد به بنبست رسیده بوده، اومده بوده جلوی اینا، یه بار اسلحه میخواسته، این دفعه پول میخواد ازش، متعهد یعنی تعهد عقص میکردن، یک جمله که حاکمیت قانون، جامعه مدنی، حقوق مخالفین سیاسی رعایت کن، جان هزاران نفر آدم و صدها نفر آدم در همین جنبش سبز حداقل از دست نمیرفت. هر اتفاق دیگه بیفته یه جور میشه جبران کرد، ولی من خیلی متاسفم که اینو میگم، من تردیدی ندارم که اتفاق شبیه این برای همین دوستان اصلاح طلب فعلیمون و همین دوستان مذاکره کننده فعلیمون خیلی سریع تر از اینکه پول به دست سپاه برسه همچین برخوردی باشن خواهند کرد. سپاس جناب راشدان. آقای سلامتی، ببینید مسئله من باز عبارت از اینه که وقتی مشکلی وجود داره راه حل مشکل چیست؟ ببینید من معتقدم از ابتدای انقلاب ایران تا به حال بزرگترین سپری که طرفداران سرکوب و تجاوز به حقوق بشر و قلع و قمع مردم داشتند سپر تنش بین المللی و محاصره خارجی بوده. گروگانگیری 444 روز بدین منظور ادامه پیدا کرد، وگرنه در 24 ساعت اولش میشد حل بشه. جنگ ایران و عراق میشد اصلا اتفاق نیفته. به جای دو ماه، به جای سه ماه بعد از فتح خرمشهر میتوانست تمام بشه. اگر 8 سال طول کشید به علت این بود که هنوز تنش بین المللی مقدار بسیار زیادی امکان میداد برای بستن فضای داخلی. فردای بعد از جنگ ایران و عراق هنوز ادامه جنگ ایران و عراق مقدار زیادی نیرو داد، قدرت داد برای اینکه زنگیان شمشیر به دست، منظورم اشاره تاریخی است، اشاره نژادی نیست، شعر میگم درسته، شمشیر به دست ها قلع و قمع بکنن مردم رو. بدون تنش جنگ و کشتار جنگ امکان اون اندازه از خشونت نبود. در دوره بعدش دیدیم خشونت اگر یه مقداری مدیریت شد و منجر شد به پیدایش دوره اصلاحات، مال این بود که تنش بین المللی و پیرامونی به دلایل مختلف مقداری کم شده بود. هر زمانی که تنش پیرامونی ایران اضافه بشه، خواه نخواه مردم امنیت طلب میشن. جناب راشدان عزیز، برای دیدن مسئله امنیت یا آقای محمدی، مردم نگاه نمی کنن به اینکه خودشونو مقایسه میکنن با سوریه، خودشونو مقایسه میکنن با یمن، خودشونو مقایسه میکنن با افغانستان، با عراق. میگن اگر دورنمایی که برای ما درست میشه عبارت از اینه که فردا به سرنوشت اونها دچار بشیم، ما نخواستیم نعمت اون آزادی رو که شما به ما میدید نخواستیم. متاسفانه ما نظام حکومتی داریم که این آرزوی مردم برای آزادی و رفاه رو گروگان گرفته. این رو من قبول دارم، اما راه حل این مسئله جز از طریق این که بتوانیم تنش پیرامونی رو کم بکنیم و ناگزیر بکنیم با تناسب قوای نیروهای داخلی قواعدی رو مستقر بکنیم که گفتگو و توافق و تفاهم در جامعه ایران ابزار اصلی کار سیاسی بشه، بله. نه شمشیر و طعن و لعنت و تکفیر. این راه حل دیگری نداریم. اگر من الان چنین متنی رو در وضعیتی که باید خودم رو کنار بگذارم، عافیت طلبی نمی کنم، امضا می کنم، امروز میام خدمت شما نفس می زنم، فقط به فقط این دغدغه است، دغدغه دیگری نیست. راه حل دیگری هم برای مسئله ایران ندارم. آقای محمدی، ببینید دو تا مطلب، یکی بحث در مورد این داستان تنش و دیگری در مورد تحریم ها. در باب تنش پاسخ سخنان آقای سلامتیان در مثال هایی است که خودشون زدن. وقتی بحث گروگانگیری مطرح میشه، این تنش بین المللی نیست، این تنشی است که جمهوری اسلامی به وجود میاره. وقتی بحث جنگ مطرح میشه، آقای خمینی معتقد بود جنگ رحمته و باید تا هر زمانی اون رو ادامه داد، و تا زمانی ادامه داد که احساس کرد که صندلی خودش در خطر هست. آقای خامنه ای چند روز قبل از توافق و بلافاصله بعد از توافق ایشون میگه که ما دشمنی ما با امریکا همچنان ادامه پیدا خواهد کرد، یعنی در منطقه آتش افروزی میکنیم،
از تروریسم حمایت میکنیم، در ترور، در هر گونه عملیاتی که علیه اسرائیل باشه حمایت میکنیم. اینها هست که تنشزا هست. تنشی، من معتقدم این جنبش صلح طلبی که تحت چارچوب اون از توافق دفاع میشه، به نظر من یک برنامه کمدی هست. صلح طلبی مقامات جمهوری اسلامی در واقع به درد برنامه های فکاهی و طنز میخوره. جمهوری اسلامی خودش منشأ تنش هست. تنش به وجود میاره برای اینکه مسائل دیگر، مسئله توسعه، مسئله رفاه، مسئله دموکراسی، اونها به حاشیه بره. بنابراین این توافق اون تنش هایی رو که مد نظر آقای سلامتیان هست اونها رو کنار نمیگذاره، چون جمهوری اسلامی همچنان به این تنش ها ادامه میده. بحث دوم، بحث تحریم ها که فرمودند، در یکی دو جمله، تحریم ها عمدتاً خسارت وارد میکنه. یک، به موضوع فساد در ایران که سالانه 34 میلیارد دلار به قول آقای توکلی بر بودجه کشور هزینه میگذاره، مشکل ایجاد میکنه بر اتلاف در جمهوری اسلامی و مشکل ایجاد میکنه برای برنامه های امپریالیستی و جاه طلبی و کشورگشایی های جمهوری اسلامی. مردم ایران از درآمد نفت، من حاضرم تک تک براتون محاسبه کنم، مردم ایران از درآمد نفت کشور برخوردار نمیشن. نفت توف لعنت هست برای مردم ایران، برخوردار هم نشدند. اگر جمهوری اسلامی امروز، اگر مردم ایران این نفت رو نداشتن، به نظر من در شرایط بسیار بهتری زندگی می‌کردن. بسیار ممنونم جناب محمدی. آقای غفوری، ولی من حاضرم وقت خودم بدم آقای محمدی که تک تک حساب کنن چطور مردم ایران از پول نفت لزوما هیچ بهره برداری نمی کنن و چطور میشه که 34 میلیارد تومان دلار از درآمد ایران هدر میره، ولی خب برای مردم ایران هیچ تأثیری نداره. چرا نداره؟ حتما داره. این همه ما پروژه داریم، داشتیم توی جنوب ایران، تو منطقه عسلویه، تو منطقه ماهشهر پروژه‌های نفتی بودن که بعد از اینکه داستان تحریم افتاد کارگرای ایرانی بیکار شدن، پیمانکارای ایرانی بیکار شدن، مهندسای ایرانی بیکار شدن، اونا تأثیر پذیرفتن. نکته مهم اینه، نیما میگه که خب راه حل جایگزین این توافق، توافق بهتره. اما واقعا توافق بهتر آیا تعریف شده؟ منظور از توافق بهتر چیه؟ نکنین کسایی که کار استراتژیک میکنن، وقتی میخوان تصمیم بگیرن، تصمیمشون هم تاثیرگذار هست، اونها میان متغیرهای مختلف رو در نظر میگیرن، احتمالشون رو در نظر میگیرن، میگن اگر این اتفاق بیفته ممکنه به جنگ برسیم، اگر این اتفاق بیفته ممکنه به جنگ نرسیم، سناریوهای مختلفی رو دارن و بعد یک سناریو رو انتخاب میکنن که رسیده به این اتفاقی که اینجا شده. یعنی ادمنستریشن آقای اوباما به این نتیجه رسیده و توی کنگره آمریکا هم به احتمال بالای 90% تصویب میشه. اما خب من و نیما و آقای محمدی و آقای سلامتیان اینجا یه حرفی بزنیم، ما به ازای بیرونی نداره. یعنی ما حرف زدن ما حالا یا درست در بیاد یا خراب در بیاد، اتفاقی اون بر پشتش نمیفته. اما کسی میخواد تصمیم بگیره، باید تصمیم درست بگیره، تصمیم به سر به زنگا بگیره و هر تصمیمی که یه ذره کج و این برام بر داشته باشه هزاران میتونه تبعات داشته باشه. ما نمیتونیم انتظار داشته باشیم که کسی که میخواد بگه مثلا راه حل توافق اینه که ما توافق بهتر بکنیم، بدون اینکه توافق بهتر رو تعریف بکنه، بدون اینکه احتمالش در نظر نگیره، بدون اینکه احتمال جنگ رو در نظر نگیره، بعد بگیم خب توافق بهتر خوبه. این موضوع بسیار. موضوعی که هنوز مسئله مناقشه است، ربط مستقیم پیدا میکنه به افکار عمومی و ربط مستقیم پیدا میکنه به مسئله حقوق بشر. آقای راشد، فکر کنم یه اشتباه لفظی در بیان آرش وجود داشت و اینکه توافق در کنگره 90% تصویب میشه، توافق در کنگره 90% رد میشه، ولی به تو میشه. من گمانم منظورشون این بود که یعنی به حال به تو خواهد شد. حالا اینکه آقای اوباما مثل بقیه یه لحظه جناب راشدم ببخشید، آقای غفوری یه جمله بفرمایید. منظور آره درست، حرف آقای طرف نیما درسته، منظورم اینه که از وتوی آقای اوباما رد نخواهد شد. بسیار خوب آقای راشد. بعد این مطلب ایشون رو هم که احتمالاً اعتراض ما و هم اعتراض ما و همون تظاهراتی که شد در حمایت از این توافق، رأی حتی شاید یک نفر از این نمایندگان رو هم عوض نکنه، این رو هم من با ایشون موافقم و قبول دارم. من خودم به شخصه این نامه رو امضا کردم به خاطر اینکه می‌خواستم جای درست تاریخ ایستاده باشم، به خاطر اینکه می‌خواستم پسر من اون سوالی رو که من الان از پدرم می‌کنم و میگم تو چرا ساکت بودی زمانی که خانم فرخ رو پارسا رو به خاطر اینکه فقط می‌خواست دخترای ایرانی باسواد بشن اعدام کردن و
و حتی افرادی که پیکر درگذشتگان، اونا که مأمور جمهوری اسلامی نبودن، پیکر درگذشتگان رو میشستن، حاضر نشدن بهشون دست بزنن و خانوادهش پیکر اون رو شست. من این سوالات رو میتونم از نسل قبل بپرسم که شما چرا اعتراض نکردی؟ شما زمانی که اقلیت‌های مذهبی رو تو ایران داشتن گروه گروه از بین می‌بردن چرا اعتراض نکردی؟ من این رو به خاطر این امضا کردم که نسل بعد از من سوال کنه که خب شما یک کلمه در دفاع از مردم ایران باید میگفتید که آقا شما میشینید از زمان آقای احمدی نژاد نشستین در اتاق دربسته با آقای خامنه‌ای مذاکره کردین، بعد آقای اوباما اومده جلوی یعنی اصلا غیر قابل باور آقای پرپنجی اومده جلوی میکروفون جلوی دوربین ایستاده و گفته توی دوربین تلویزیونی پابلیک که آقای میرحسین موسوی از آقای محمود احمدی نژاد بدتر و محافظه‌کارتره. اصلا غیر قابل باوره که رئیس جمهور آمریکا این کار بکنه. بسیار. این حاصل نشست محرمانه و داد و ستد محرمانه بیت رهبری است با مقامات ایالات متحده آمریکا. خب ما یک کلمه اومدیم اعتراض کردیم، موضع مخالف به قول ایشون اکثریت داشتیم، کما اینکه نهضت آزادی ایران موضع مخالف اکثریت داشته در مورد جنگ ایران عراق. اینها رو جناب راشدان، شما به خلاصه اگر بخوام بگیم دفاع از این توافق رو، آنچه که حالا متنی که منتشر شده رو، به نوعی ایستادن در جای نادرست تاریخ میدونید؟ درست متوجه شدم من؟ اتفاقا من چنین چیزی رو نمیگم. دوستانی که امضا کردن دوستان من هستند و دلایل بسیار متقن و منطقی دارن، کما اینکه دو تا دوستی که امروز دعوت کردیم بیان کردن. من به انتخاب این دوستان احترام میگذارم، منتها مشکلی که من با این دارم اینه که یک مقداری برای من دلشوره ایجاد میکنه که با همین توجیهاتی که قبلا هم اتفاق افتاده بعد همین تبدیل بشه به ابزاری برای سرکوب خود این دوستان. ممنونم آقای راشدان، متشکرم. آقای سلامتی. ببینید، من باز میگویم ضرب المثل فارسی ما گره ای رو که با انگشت میشه باز کرد با دندان باز نمی کنن. اون هم وقتی گره ای باشه که رادیو اکتیویته هسته ای داشته. جام سلامتی هم ببخشید هول و هوش من فقط خواستم بگم هول و هوش 5 دقیقه فرصت داریم، بنابراین دور آخر هست، اگر نکته ای هست هول در یکی کنیم دقیقه. ممنون. نکته من عبارت از پرونده هسته ای خطرناکتر از آنه که از او به خصوص کسانی که غم مردم ایران و تحولشون رو دارند بتوانند بی‌محابا ازش به عنوان ابزاری برای حل و فصل مسائل دیگر استفاده کنند. انحصار این کار رو به اقتدارگرایان در حاکمیت ایران بدیم. مخالفین مردم رو به جروی چنین مسئله امنیت و زندگی و صلح منطقه رو نگیریم. بسیار ممنونم جناب سلامتیم. کوتاه‌تر از این چیزی شد که بنده در واقع درخواست کردم. آقای محمدی، من دو نکته دارم. یکی این که بدیل این توافق جنگ نیست، توافق بهتری است. الان سناتور منندز، سناتور نیوجرسی، متن پیشنهادی دیگری رو در برابر متنی که روش توافق شده عرضه کرده. در تاریخ کنگره امریکا هم ما 200 مورد رو سراغ داریم که توافقهای بین المللی به کنگره اومده، تغییراتی پیدا کرده و با تغییراتش به تصویب محمدی رسیده. این متن توافقی که با ایران شده، چون از ابتدا دیگه از بای بسم اللهش این بحث بود که آقا سر هیچ چیز توافق نشده مگر سر همه چیز توافق بشه، به تعبیر بهتر یک نقطه از این توافق رو نمیشه تکون داد. یعنی اگر جایش عوض بشه معنیش اینه که برمیگردیم به نقطه صفر. مشکلی نداره که برگردیم به نقطه صفر، چون چیزی عوض نمیشه. جمهوری اسلامی همچنان به نظر من برنامه اتمی متقلبانه و پنهانکارانه خودش رو در آینده هم ادامه خواهد داد. نقطه صفری ما بر نخواهیم گشت. و نکته دوم در باب تحریم ها، شما کافیه مقادیر فساد، مقادیر اتلاف و مقادیری که جمهوری اسلامی صرف جهانگشایی امپریالیسم شیعی چه در حوزه های علمیه و چه امروز در سوریه و عراق و یمن میکنه، شما اینا رو با هم جمع بزنید، ارقام رو من عرضه نمی کنم، ارقامی است که رسمی در بودجه کشور وجود داره، ارقامی است که توسط مقامات جمهوری اسلامی عرضه شده، شما اینا رو در کنار هم بگذارید ببینید چیزی از درآمد نفت برای مردم ایران باقی میمونه یا نمیمونه. و تنها با درآمد نفت هم نیست که یک کشور رو میشه اداره کرد. شما به ترکیه و کره جنوبی امروز نگاه بکنید، درآمد نفتی مثل ایران ندارن اما مردم در رفاه بیشتری دارن زندگی میکنن، به دلیل اینکه نمیخواهند با دنیا در جنگ و تنش و دشمنی و
نفرت زندگی بکنن. در مورد نظرسنجی هم که گفتن، من به هیچ کدام از نظرسنجی هایی که چه در داخل کشور و چه از خارج کشور در داخل کشور انجام میشه اعتماد ندارم، به دلیل اینکه در ایران ما مؤسسه نظرسنجی مستقلی نداریم و اصولا نظرسنجی در ایران نمیشه کرد، به دلیل اینکه مردم در معرض دیدگاه های متفاوت قرار نمیگیرند. جناب غفوری، والا در مورد سناتور مرندز بگم که ایشون از اول هم خب یه سناتور تندرو هستن در میون دموکرات ها و با اینکه خیلی همگام با اوباما رای دادن در موضوعات مختلف، در مورد سیاست خارجی، در مورد موضوع ایران با ایشون هم نظر نبودن و خودشون هم تو این صحبت آخرشون گفتن که دوست داشتن بیشتر تحریم بکنن، یعنی اکاش اون بحث برنامه تحریمی رو که از اول با سناتور کرک داشتن ادامه میدادن. هرچند من همونطوری گفتم این مصوبه نمیتونه از وتوی اوباما با احتمال بالای 90% بگذره. یه توضیح بدم راجع به نظرسنجی ها، ما اگه میخوایم یه چیزی رو رد کنیم بعد راه حل بدیلش رو بیاریم، بگیم یه من مثلا این موضوع رو رد میکنم و فکر میکنم این راه بهتریه. اینکه اگر یک موضوعی خلاف نظر من هست یا دوستان من هست، اگه بگیم خب پس این ندرسته، آقای غفوری این استدلال چون زیاد مطرح میشه، اگه فرض کنید یه مسئله هست، چهار نفر نشستن پاش، بعد دو نفر میگن من اینو حل کردم، دو نفر دیگر میگن نه به این دلایل این راه حل نادرسته، فکر میکنید میشه گفت خب پس حالا شما بگو؟ چون بحث اینه که یعنی باید دلایل اونها رو رد کرد تا اثبات کرد که این راه حل درسته، وگرنه اینکه ما بگیم خب پس شما حالا بیا بگو که مشکل رو حل نمیکنه، میکنه؟ نه، در علم که چیزی رو ما اثبات نمیکنیم، در علم میگیم دلایل منطقی برای ردش نداریم. دوستان باید بیان بگن دلایل منطقی برای رد این موضوع، حالا نظرسنجی ها دارن یا ندارن. حالا نظرسنجی که داخل ایرانه، ما نظرسنجی خارج از ایران داریم دیگه، خارج از ایران که بحث اون مسائل مثلا ترس و اینها رو که بازم نمیتونیم مطرح کنیم، ایرانی آمریکایی که داخل کشور هستن و در معرض همین تحریم اون قرار میگیرن، اونها موافق برنامه هست مذاکرات و رفع تحریم هست. متشکرم آقای غفوری. اولش یک دقیقه پایانی آقای راشدان کوتاه لطفا. من در این مورد بیشتر با آرش موافقم. به نظر میرسه که افکار عمومی داخل ایران و خارج از ایران، ایرانیان یعنی ایرانیان دو طبیعتی مثل خود من، به نظر میرسه که موافق باشن با این توافق. نظرشونه، به نظرشون باید احترام گذاشت. و چون حالا زمان کمه، باز یک بار دیگه اجازه بدین خواهشم رو تکرار کنم. اتفاقا به نفع اکثریت و یک سال دیگه، دو سال دیگه ما اگر هر چهار نفر اینجا جمع بشیم و همین بحث رو تکرار کنیم، شما خواهید دید که دغدغه‌های ما چی بوده. به نفع اکثریت که توان خودش رو بذاره از اینکه از ابراز نظر اقلیت دفاع کنه و دوست، خصوصا دوستانی مثل آقای سلامتیان که تجربه این 30 چند سال خون و خونریزی و انگ زدن و برچسب زدن رو که خیلی در مقیاس کمی البته. بسیار متشکرم. این بار هم برای دوستان البته حالا چه جناب سلامتیان یا آقای جان سلامتیان بفرمایید یکی دو جمله. من اجازه بدید من به آقای راشدان جمله ولتر رو تکرار میکنم، گرچه با نظر تو مخالفم، حاضرم جانم رو فدا کنم تو بتونی نظرت رو بگی. بسیار بسیار امیدوارم روزی در کشور من این قاعده همه بشه. سپاس بی پایان. احمد سلامتیان در پاریس، مجید محمدی در نیویورک، آرش غفوری از واشنگتن و نیما راشدان که از زوریخ با ما بودن. بسیار ممنونم از همه مهمانان برنامه و متشکرم از شما که ما رو همراهی کردید تا انتهای این برنامه. برای مدتی در صفحه 2 در وبسایت بی بی سی فارسی در دسترس خواهد بود. آدرس ما هست bbcpersian.com/صفحه 2. آدرس فیسبوک ما هم هست facebook.com/صفحه 2. هم از طریق وبسایت، همینطور از طریق فیسبوک میتونید با ما در تماس باشید. برنامه بعدی ما روز سه‌شنبه خواهد بود. شب روزتان خوش.